محمود خوشنواز، خالق آهنگ سر پل مالان. محمود خوشنواز پس از نیم قرن فعالیت در زمینه موسیقی اصیل و فولکلور هرات، در سن 63 سالگی پس از یک بیماری طولانی و تاریخ هفتم ثوره 1399 خورشیدی در هرات درگذشت. یکی از معروفترین آهنگهای این هنرمند که از نخستین آهنگهای اوست با مطلع سر پل مالان دختری دیدم. این آهنگ متعلق به دوران کودکی استاد خوشنواز است. محمود خوشنواز را اهالی هنر در هرات به دلیل کارنامه ارزشمندش استاد خطاب می کردند. همچنین آهنگ معروف دیگر او در افغانستان با مطلع دیگر نمی آیم به مله سنگ تراشان که بسیار شهرت یافته و در سالهای اخیر توسط برخی از هنرمندان نسل تازه بارها بازخوانی شده است. محمود خوشنواز، پسر امیرجان خوشنواز، در سال 1336 خورشیدی در هرات به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگ او نیز در موسیقی فولکلور اعتبار، مهارت و شهرت کافی داشتند. نعمت الله هاشمی، رئیس اتحادیه هنرمندان هرات، از محمود خوشنواز به عنوان آخرین صدای خانواده خوشنواز یاد کرد. او گفت: استاد محمود خوشنواز صدا و نوای ماندگار این ولایت بود. آخرین آوازخوان بازمانده خانواده خوشنوازان بود. خانواده خوشنوازان یکی از 3 خانواده معروف هراتی بود که در زمینه موسیقی اصیل و فولکلور به طور حرفه‌ای فعالیت داشتند. کارنامه هنری خوشنواز. اتحادیه هنرمندان هرات می گویند که محمود خوشنواز 10 آهنگ ناب ساخته است، ولی تنها 3 آهنگ تصویری از او در رادیو تلویزیون ملی افغانستان ضبط و حفظ شده است. محله سنگ تراشان و پل مالان معروفترین آهنگهای این هنرمند شناخته شده است. فرهنگیان و هنردوستان هرات آقای خوشنواز را خشتی از بنای فرهنگ هرات می‌خوانند. آقای خوشنواز در روزهای عید و دیگر مناسبت‌ها معمولاً دعوت تلویزیون‌ها را می‌پذیرفت و آهنگ‌های محلی‌اش را که گوش بسیاری‌ها به آن خو گرفته‌اند زمزمه می‌کرد. استاد خوشنواز اما به علت فقر اقتصادی هرگز نتوانست و فعالیت هنریش سر و سامان بدهد و با دست باز به تولید بیشتر هنری بپردازد. دولت مردان در افغانستان همیشه بر حمایت از هنرمندان تأکید کردند، اما به نظر می رسد که در عمل در چند دهه اخیر مسائل فرهنگی برای آنها در اولویت نبوده است. تصور می شود که انرژی دولت بیشتر صرف جنگ شده و پرورش هنر و هنرمند چیزی نبوده است که دولت برای آن بودجه و برنامه منظم و طولانی مدت در نظر گرفته باشد. شماری از کارشناسان و هنرمندان پیوسته گفتند که دولت این کشور حتی از ظرفیت و فرصت‌های موجود هم برای کمک به هنرمندان استفاده نکرده است.
استاد محمود خوشنواز 1.5 سال اخیر عمرش را به علت سکته خفیف مغزی در بستر بیماری سپری کرد. شماری از هنرمندان می گویند که استاد خوشنواز دنیا را در حالی که قدرش دانسته نشد با درد و رنج ترک کرد. دل میگه فرار کنم، ای خدا شکر کنم، دل میگه فرار کنم. نعمت الله حسین زاده یکی از هنرمندان محلی خان و از اعضای تئاتر هرات درباره استاد خوشنواز میگوید: من هنرم را از همین خانواده یاد گرفتم. هنرمند خیلی خوبی بود، قدرش را ندانستند و از دنیا رفت. از محمود خوشنواز 2 پسر و 3 دختر به جا مانده است و هر 2 پسرش در کار نوازندگی دست دارند، اما آوازخوان نیستند. مرا از دوریت بیمارو کردی یار، ببولینم فیگا بیزارو کردی یار، بماندی موها. پیکر محمود خوشنواز به روز 8 ثور سال 1399 خورشیدی در میان جمع نسبتاً کوچکی از هنرمندان و اعضای خانواده‌اش در جنوب غرب شهر هرات در کنار آرامگاه معروف به سلطان آقا به خاک سپرده شد. در روز خاک سپاری استاد خوشنواز، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: آقای خوشنواز روایتی پردرد از یک نسل محروم است که به گفته او در اثر رایج شدن سبک‌های مدرن موسیقی در افغانستان به فراموشی سپرده می شود. وی گفت استاد محمود خوشنواز شهرت و محبوبیتش از مرزهای افغانستان فراتر رفت و در نیم قرن فعالیت هنری توانست تاریخ درخشانی از خود بجا بگذارد. او از معدود هنرمندان کشور است که 2 آهنگ او در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شود. به دلیل نبود ساختارهای منظم برای تولید و عرضه محصولات هنری، هنر در افغانستان و مخصوصاً در چند دهه اخیر هرگز شغل پردرآمدی نبوده است. خیلی از هنرمندان مجبور بودند برای امرار معاش و کارهای دیگر روی بیاورند و تنها در اوقات فراغت و آن هم اگر حوصله و حال و هوایی باقی مانده بود به کار هنری بپردازند. برخی از هنرمندان از جمله محمود خوشنواز اما با وجود دچار بودن به فقر شدید تا واپسین ماه‌ها و سال‌های حیات که توان فیزیکی کار کردن را داشتند از هنر دلزده نشدند و به راهشان ادامه دادند. چشمانی سیاه خمارو داری یا شنیدم وارقی بانپارو داری یا فراموشم